سلام رفقا، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. به پلیلیست پریمیر خیلی خوش اومدین. من تو این پلیلیست هر چیزی از نرم افزار پریمیر بلد هستم و بهت یاد میدم تا بتونی خیلی حرفه‌ای تدوین کنی. امروز میخوام یه تکنیکی رو بهت یاد بدم که به نظرم هر تدوینگری باید اونو بلد باشه، به اسم فریز فریم. با استفاده از این تکنیک میتونی هر جایی از ویدیو تو که خواستی فریز کنی و بعدش اونو پلی کنی. پس اگه میخوای این تکنیک فوق‌العاده رو یاد بگیری، حتما تا انتهای این ویدیو همراه من باش. حسن هستم، به کانال آکادمی من خیلی خوش اومدین. لطفا اگر از این سبک ویدیوهای من خوشت میاد حتما کانال منو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن تا از آموزش‌های بعدی عقب نیفتی. اگه اون لایک هم برام بزنی خیلی بهم انرژی میدی تا ویدیوهای خیلی با کیفیت‌تری برات تولید کنم. همونطور که گفتم و دیدین، امروز میخوایم یه تکنیک خیلی قشنگ رو یاد بگیریم به اسم فریز فریم. این تکنیک خیلی کاری نداره درست کردنش و حتما مراحلی که بهت میگم و با من انجام بده تا بتونی این تکنیک رو انجام بدی و ویدیوتو خیلی جذابتر کنی. پس خیلی سریع بریم روی سیستم و استارت کارو با هم بزنیم. خب اولین کار اینه که ویدیومونو به تایملاینمون اضافه کنیم و اون قسمتی از ویدیومون که میخواییم فریز بشه رو پیدا کنیم. بریم ویدیومونو با هم ببینیم و ببینیم کجای ویدیومون مثلا فریز بشه به نظرمون بهتر هستش. من ویدیومونو پلی میکنم و مثلا فکر میکنم توی این ناحیه که میپره خیلی جذاب میشه اگه ویدیومونو یه حالت فریزی کنیم. دقیقا میریم روی همون نقطه‌ای که میخواییم فریز بشه، روی ویدیومون رایت کلیک میکنیم و اینجا دوتا گزینه داریم که میتونیم ازش استفاده کنیم. گزینه اولمون اد فریم هولد هست. اگه من روش کلیک کنم، همونطور که میبینی الان ویدیومون به دو قسمت تبدیل شد و اگه من پلی کنم، قسمت سمت چپمون ویدیومون هست و قسمت سمت راستمون حالت فریز شده رو به ما نشون میده. من برمیگردم مجدد اون قسمتی که میخواستم فریز کنم و کنترل زد رو میزنم و با یه رایت کلیک میریم مورد دومم بهتون بگم. مورد دومی که میتونیم ازش استفاده کنیم insert from whole segment هست. اگه من روش کلیک کنم ببینیم چه اتفاق میفته. همونطور که میبینیم اینجا یه کات بیشتری برای ما انجام داد و اگه من ویدیومونو پلی کنم میبینیم که اولش ویدیومون هست و بعدش حالت فریزه و بعدش هم ویدیومون مجدد ادامه پیدا میکنه. خب این حالت خیلی بهتر است و من خودم بیشتر ازش استفاده میکنم و جلوه قشنگتری به ویدیومون میده. یه بار دیگه من مجدد از اول ویدیومون رو پخش میکنم، میرم روی پنجره پروگراممون و کلید تیلدا رو از روی کیبورد میزنم تا این پنجرهمون بزرگ شه و ویدیومون رو مجدد پخش میکنم ببینیم به چه صورتی در میاد. اینجا ویدیومون پخش میشه و وقتی که داره میپره اینجا حالت فریز داریم و بعدش هم ویدیومون مجدد پخش میشه و خیلی جلوه قشنگی به ویدیومون میده. خب یه بار دیگه مجدد این کار رو انجام بدیم. من میام با کلید بالا روی کیبورد اول اینجایی که میخواستم فریز کنم و کلید کنترل زد رو میزنم. این دفعه یه موزیکی هم میذاریم روی ویدیومون تا ببینیم به چه صورتی در میاد. الان اگه من روی ویدیومون رایت کلیک کنم و insert from whole segment رو بزنم، همونجوری که میبینید تو این برش وسط که حالت فریز داشت موزیکمون رو قطع کرده و اینجا ما موزیکی نداریم و اگه ویدیومون رو پلی کنیم خیلی حالت قشنگی برامون ایجاد نمیکنه. برای اینکه این اتفاق هم نیفته و این حالت پیش نیاد، من میام مجدد اول اونجایی که میخواییم فریز کنیم کلید کنترل زد رو میزنم و این لایه موزیکمون رو اگه قفل کنیم دیگه براش هیچ اتفاقی نمیفته. و حالا اگه من رایت کلیک کنم و insert from whole segment رو بزنم، همونجور که میبینیم موزیکمون دیگه برش نخورد و الان خیلی حالت قشنگتری پیدا میکنه. بریم ببینیم ویدیومون رو. پس حتما یادتون باشه اگه ویدیوتون یه حالت موزیکی داره یا خودتون میخواین یه موزیکی بهش اضافه کنین، قبل اینکه این فریز کردن رو انجام بدین اون لایه موزیکتون رو قفل کنین تا اون حالت برش خورده برای موزیک اتفاق نیفته. خب ما با یه روش دیگه هم میتونیم این کار رو انجام بدیم، اونم بهتون سریع یاد بدم تا با این تکنیک خیلی قشنگ کامل آشنا بشین. من یه ویدیوی دیگه اینجا اضافه میکنم و اگه مثلا این ویدیومونو پاک کنم
این لایه‌مونم از قفلی در میارم و پاکش میکنم و این ویدیومونو اضافه میکنم و حالا یه موزیکی هم اینجا روش میذارم، یه مقداری قسمت تایملاینمونو کوچیک میکنم و بریم ویدیومونو ببینیم اونجایی که میخوایم فریز کنیم و پیدا کنیم با هم دیگه. میام ابتدای ویدیومون و فیلممونو پلی میکنم. مثلا روی این قسمت که داشت نزدیک میشد فکر میکنم خوبه، اینجایی که رسید به صورتش همینجا قسمت خوبیه. اینجا اگه ما یه مورد رو به قسمت آپشن بار پروگراممون اضافه کنیم که یه حالت دوربین شکلی هست و اکسپورت فریم هست، من اینجا میگیرم و میکشم میذارم توی این قسمت آیتمامون و اگه اوکی کنم اینجا این آیتم اضافه میشه و اگه روش کلیک کنم اینجا یه حالت عکسی میتونم از این فریممون بگیرم. حالا فرمت های مختلفی داره، اسمش رو میتونیم تغییر بدیم. اینجا میتونیم مکانی که میخواد سیف شه رو انتخاب کنیم و اگه این گزینه رو بزنیم به قسمت پروژکتمون به صورت اتوماتیک اضافه میشه. اگه من اوکی کنم اینجا میبینیم که این عکس رو به قسمت پروژکتمون هم اضافه کرد. تنها کاری که الان باید بکنیم اینه که این قسمت رو برش بزنیم و با ابزار سلکشن تولزمون یا کلید وی رو اگه من از روی کیبورد بزنم میتونم این قسمت رو یه مقداری جلوتر ببرم. حالا هر چند ثانیه که خودمون میخوایم، الان برامون مثلا داره مینویسه 3 ثانیه، اگه من برم جلوتر مثلا میشه 4 ثانیه. اینجا زمانش رو قشنگ میتونیم ببینیم و اون عکسمون رو به این قسمت اضافه میکنیم. حالا طولش رو میتونیم قشنگ از اینجا کم کنیم و اونو به این لاین یکمون اضافه کنیم. بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در میاد. من پنجره پروگراممون رو مجدد بزرگ میکنم و میرم ابتدای ویدیومون. خیلی عالی و جذاب شد. الان میتونیم با کلید میانبر بی یا اینکه از این قسمت همونطور که گفته بودم ابزار ریپل ادیت تولز رو انتخاب کنیم و مقدار این قسمت فریز شدمون رو کم یا زیاد کنیم. من مثلا یه مقداری زیادش میکنم و حالا میتونیم افکت های مختلفی هم که یاد گرفتیم و روی این قسمت فریز شدمون اعمال کنیم. مثلا میتونیم براش کی فریم بسازیم برای اینکه یه حالت جذاب تری پیدا کنه. من میرم اول این قسمت فریز شدمون و همونطور که گفتم از پنجره افکت کنترلز میتونیم براش کی فریم درست کنیم و اگه این پنجره رو هم نمیدیدین از منوی ویندوز میتونیم اونو اضافهش کنیم. مثلا من میتونم قسمت اول این فریزمون کی فریم های پوزیشن و اسکیل رو فعال کنم و مثلا اواسط ویدیومون یا اواسط اون قسمت فریز شدمون مجدد یه مقداری تصویرمون رو زوم کنم و حالا یه ذره بالا ببرم که بیاد روی صورت این شخص و در انتها هم مجدد برگرده به حالت اولیش. بریم ببینیم ویدیومون به چه صورتی در میاد. من ویدیومونو پلی میکنم. که این هم یه حالت افکت خیلی جذابی شد و حالا افکت هایی دیگه که توی درس های مختلف یاد گرفتیم و یاد میگیریم و میتونی خودتون اینجا با خلاقیتی که دارین درست کنین و ویدیوتون رو چند برابر جذاب کنین. خب همونطور که دیدین این تکنیک هم به راحتی تونستیم درست کنیم و توی پروژه همون میتونیم ازش استفاده کنیم. از این تکنیک میتونی برای متنات یا تصاویر و ویدیوات یا هر چیزی که به قسمت تایملاینمون اضافه میکنیم استفاده کنیم و ویدیوتو خیلی جذابتر کنیم. اگر از این ویدیومون خوشت اومد حتما لایک کن، کانال منم سابسکرایب کن تا از آموزش‌های بعدیم عقب نیفتی. اگه دوست داری و دوستی داری که میخواد با نرم افزار پریمیرم به صورت حرفه‌ای کار کنه حتما این ویدیوی منو براش بفرست. این ویدیوی آموزشیمونم دیگه طولانیش نمی‌کنم. تا ویدیوی آموزشی بعدیمون خدا نگهدار.